به نام خدا، سلام خدمت همه دوستان. با ویدیو بعدی در خدمتون هستم با موضوع کانال ها، انواع کانال ها. خب دوستان، تا اینجا ما خطوط روند و حمایت مقاومت رو یاد گرفتیم. الان میخوایم کانال ها رو برای شما تعریف بکنیم. یک جورایی شبه الگو محسوب میشن، راجع به الگوها بیشتر صحبت میکنیم، اما چون خیلی مبحث پیچیده‌ای ندارن من این اول آوردمشون. ما کلا دو تا کانال داریم دوستان، یکی کانال صعودی، یکی کانال نزولی. یعنی چی؟ یعنی قیمت‌ها، این کانال نزولی رو در نظر بگیریم، قیمت‌ها دارن داخل یک کانال به سمت پایین حرکت میکنن. یعنی همینجوری میخورن بالای کانال، میان پایین کانال، بالای کانال، همینجوری واکنششون میدن، توی این کانال نزولی حرکت میکنن. و توی حالت صعودی برعکس، دارن توی کانال صعودی با هم حرکت میکنن. چه چیزهایی لازمه که این کانال ها تشکیل بشه، یعنی چه چیزهایی باید رعایت بشه. کلن ما دو تا برخورد باید بالا داشته باشیم، دو تا برخورد پایین. خب یعنی دو تا کف باید پایین داشته باشیم، دو تا صف باید بالا با هم داشته باشیم، اینا رو به هم وصل بکنیم، این خطها باید موازی هم دیگه باشه و اینها رو با هم وصل کردیم، اینجا میتونیم بگیم که یه کانال تشکیل شده. پس چی شد؟ کانال دو تا خط موازی هن که یکیشون طبیعتاً داره سقف‌ها رو به هم وصل می‌کنه و یکیشون یک سری کف رو داره به هم وصل می‌کنه. بریم مثال ببینیم این کاملاً جا بیفته. اگه اشتباه نکنم فزدیم باید باشه یه چیز. خب بله، اینجا یه کانال. بله ببینید، هر موقع حس کردین که توی یه کانال داره حرکت میکنه، برای اینکه بفهمین واقعا کاناله یا نه، خب من اینجا سه تا کف رو دارم میبینم و حس میکنم مثلا این سه تا سقف هم دارن نسبت به این موازی حرکت میکنم. این خط رو من اینجا رسم میکنم، حالا روی این کلیک میکنم، یه بار کنترل سی و بعد کنترل وی، کپی پیست دیگه، همون کنترل سی کنترل وی خودمون. حالا شد دو تا خط، دو تا خط که دقیقاً موازی همن، من هر جا ببرم موازی. اینو میارم این بالا و میبینم بله دقیقاً اومدن واکنششون دادن به این. حالا من دو تا برخورد پایین دارم که حالا خیلی بیشتره، یک دو سه چهار تا پایین دارم، یک دو سه چهار مثلا پنج شیش، اما در کل لازم بود فقط دو تا پایین مثلا اینجا و اینجا، دو تا هم بالا مثلا اینجا و اینجا، این میشد کانال من. حالا احتمالی که قیمت باز تو این کانال حرکت بکنه هستش، یعنی رفته رفته خورده به اینجا از اول برگشته. خود این ضلع بالای کانال الان چیه دیگه یاد گرفتیم، این الان میشه یه مثلا روند نزولی، این پایین میشه چی؟ میشه یه سطح حمایتی دیگه، اینجا نمیشه خط روند، این میشه یه سطح حمایتی، این میشه یه خط روند نزولی که یه خط مقاومتی هم محسوب میشه. قیمت داخل این داره حرکت میکنه، این خودش یه سیگناله که ما بدونیم مثلا داریم میخوریم بالای سقف کانال، انتظار یه برگشت نسبت به پایین داریم، ممکنه بیاد پایین، ممکنه واسه بزنه بشکنه. حالا ما چیزهای دیگه ای رو هم باش بررسی میکنیم. همینجا حالا حتی وارد این شاخصا نمیخوام بشم چون هنوز بلد نیستیم، اینجا که داریم میخوریم به بالای این ضلع بالای کانال، از طرفی اینجا یه سقف با اهمیت داریم، سقف آخر توی قسمت خطوط حمایت مقاومت یادتون باشه یکی از سقف ها سقف و کف آخر بود، یعنی سقف تاریخی داشتیم، سقف با اهمیت داشتیم و سقف آخر. سقف آخر ما میشه این، اینجا هم یه خط بکشم بذارم اینجا، دقیقا قیمت رفته هم نسبت به این خطه داره واکنششون میده، هم نسبت به این خطه کانال. اینجا ما دو تا مقاومت داریم رو هم افتاده، اصطلاحا بهش میگیم ایکس پوینت، یعنی چند تا سیگنال یهو منفی با هم اینجا داریم میبینیم، دقیقا از اینجا اومده رفته پایین. حالا قبل از اینکه وارد بحث کانال بشیم یه مروری هم میشه، خیلی خالی از لطف نیست، نگاه کنید دقیقا این خطی که ما اینجا کشیدیم یه بار دیگه اینجا واکنش داشته، حالا که زده این رو شکسته، این خط مقاومتی که اینجا یه بار تماس، دو تا، سه تا، چهار تا تماس داشته رو زده شکسته و دوستان این برگشته چیه؟ ترو بک. یعنی میبینید من سعی کردم تو همه
عکس این تروبک پولبک رو بیارم ملکه ذهنتون باشه. یه تروبک داریم نسبت به این سطحی که شکسته شده، همینجوری داره بازی میکنه. حالا از این سطحی که اون موقع مقاومت بوده واسه شده چی؟ حمایت. یعنی داره از این حمایت میگیره و میره بالا. حالا این تو پرانتز بود، خواستم یه مروری بشه. کانال حالا جدایی از این که نسبت به این کانال قیمت داره واکنش نشون میده، یه سیگنال دیگه هم به ما میدن، سیگنال خرید دارن به ما میدن. و اون چیه؟ این اصل رو ما داریم، اگر کانال نزولی مثل این کانال از بالا شکسته شود، حداقل به اندازه عرض این کانال این سهم رشد خواهد کرد. یعنی اولین تارگت رو ما الان داریم یاد میکنیم. تا قبل از این ما سوار سهم میشدیم، تا حالا هر جایی که به ما مثلا خط روندی شکسته بشه، مقاومتی باشه. اما اینجا اولین جایی که ما داریم هدف مشخص میکنیم، میگیم تا اینجا قیمت حتما میاد بالا. عرض کانال هم اینجوری رسم میکنیم، نمیایم عموده به کانال رسم بکنیم، اینجوری. این میشه عرض کانال. من اینو یه کپی پیست میکنم یا هم نه همونو برمیدارم. حالا کپی پیست کردم که بدونید همون اندازه. میام میذارم کجا؟ اون نقطه‌ای که کانال به سمت بالا شکسته شده، یعنی کجا؟ اینجا. اینجا کانال رو زده شکسته رو به بالا دیگه. من میگم این سم حداقل به این اندازه باید بیاد بالا، یعنی اینجا میتونه نقطه خرید من باشه. دقت کنین اینجا که سهم شروع میکنه به برگشتن، نباید ما رو بترسون. این برگشت خودش چیه؟ تروبک. یعنی یه سطح مقاومتی خیلی مهم که بالای 5-6 تا برخورد داشته، سطح مقاومتی خط روند نزولی هم بوده، این شکسته شده و اومده آخرین خدافزیشون نسبت به این خط انجام بده، از همین خط هم حمایت گرفته و رفته بالا. پس چی شد؟ همون بحث تروبکمونه. خیلی دوستان میبینید الان همه چی داره کم کم با هم جور در میاد. یعنی هر بازگشتی داریم میبینید، هر واکنشی داریم میبینید، الان دیگه شما انتظارش رو داریم. یعنی یاد گرفتیم، میدونیم این بازگشت نسبت به این خطه. ما اینجا خرید میکنیم، اگر اومد ممکن بود مستقیم بره بالا ها. مثالش رو الان نشون میدم، ممکن بود بعد از این کانال مستقیم بره بالا، این آخرین بازگشت رو نده. گفتم این آخرین بازگشت ها، این پول بک ترو بک، یه جورای فرصت طلایی برای خریدن. اگر من اینجا نخریدم میتونستم این پایین بخرم. تا کجا گفتیم میاد؟ حداقل به اندازه این ارز میاد میاد بالا. اینجا من میام یه خط میذارم، سم رفته رفته رفته، دقیقاً دوستان هیچ کلوزی بالاتر از این نزده. یعنی قرمز هم که داریم میبینیم کلوزش پایین تره، چون کندل قرمزه. یعنی یه مقدار رفته بالا اما آخر روز پایین تر بسته شده. تا اون نقطه رفته بالا، از اول یه ریزش دیگر رفته، گفتیم حداقل بعدش یه مقدار بازی کرده و رفته بالا. ما کاری با بعدش نداریم. رسالت ما، هدف ما این بود که این سهم رو توی این قیمت بخریم. چقدر؟ 70 تومن. توی 100 تومن بفروشیم میشه چقدر؟ نزدیک 30 تومن سود، حدود 40% 50% سود توی یه بازه مثلا چند ماه، 5 ماه 6 ماه. خوبه، خیلی این سود عالیه قطعا. و خوبی این اهداف، حالا الگو مانن، حالا این یه الگویه که حالا راجع به الگو بیشتر صحبت میکنیم، اینه که دیگه من استرس این نوسان رو ندارم، استرس این نوسان رو ندارم. چرا؟ چون من گرفتم که تا اونجا نگه دارم سهمو. الگوه، هدف داره، گفته تا اینجا حداقل میام، اعتماد میکنم نگه میدارم. دیگه اون بحث ترس و روانشناسی و استرس و اینا همش دیگه میره دور، میریزیم دور و راحت تا اونجا نگه میدانیم. و نگاه کنیم دقیقا همون نقطه میگه. یعنی خیلی از الگوها با اینکه گفتن حداقل، اما همیشه یه واکنش نسبت به هدفشون معمولا، نمیگم همیشه، معمولا دارن. یعنی میرسن به هدف یهو میریزن. واسه همین ما حالا بحث طمع رو من باز میکنم واسهتون. ما همیشه میگیم طمع نکنین، یه روز قبل از این که برسه به این هدف شما بیان بفروشین. یعنی چی؟ یعنی روز قبل، یعنی اینجا مثبت 5% هم بوده، یعنی صف خرید، یعنی همه میخواستن سهم رو از شما بخرن، شما رسیدین به نزدیک هدفتون، یه قدمی هدفین، راحت مثبت 5 میفروشید بدون هیچ دغدغه. چرا؟ فرداش ممکنه شما مأموریت باشی، اینترنت خراب باشه، نت ضعیف باشه، یادتون بره، همه اینا ممکنه. و اگه نفروشین دیگه رفت برا پد، هی داره قیمت میاد پایین تر، بعد اینجا اذیتتون میکنه. یعنی اون واسه روانشناسی میاد اذیت میکنه، میگه الان 2-3 روز اومده پایین، بذار من صبر کنم
میگه رفته ده اون بالا، یه دو سه روز صبر کنم برگرده بالا، حداقل برسه به همون هدفم، اونجا بفروشم. همینجوری صبر میکنه دیگه هیچ وقت نمیرسه به اون خط، میره بالا از اول، نزدیکش میشه نمیرسه، تا این پایینم میاد یهو دیگه شما صبرتون تموم میشه، این پایین روی 88 تومن رو 90 تومن میفروشید. یعنی سود خودتون رو حیف کردین، هیچ زمان رو از دست دادین، دو سه ماه توی سهمی موندین که هیچ سودی واسهتون نداشته. حتی دوستان تو همین روزم شما بخواید بفروشین، ببینید اینجا مثبت 5 بوده، فرداش منفی 0.5%. این خودش خیلی اذیت کننده است. یعنی میاد بفروشین سهمو میبینین داره منفی میخوره، تو منفی 0.5 داریم میفروشین آخرش. یا مثلا اول سهم این بالا بوده، بازگشای گفتیم این بالای دیگه، من رنگشو عوض بکنم اینو بغیر پاک کنم، گفتیم بازگشای، یعنی این کندل رو یاد گرفتیم، قرمز این بالاست، این بالا تقریبا مثبت 5، یعنی به نسبت این در نظر بگیریم، یعنی سهم مثبت 5 داشته معامله میشده، این شما رو باعث میشه طمع کنی، میبینی که سه روزه من دارم مثلا مثبت 5 میخورم، امروزم که اون مثبت 5 باز شده، به هدف رسیدی نارسیدی، هدفت شما کجا بوده؟ اینجاها بوده. به هدفتون رسیدین، رد که این طمع میاد که مثبت 5، اگه یه روز دیگه هم مثبت 5 بزنه، مثلا شما 100 میلیون گذاشته باشین، این مثبت 5 هم چون مرکب پیدارن زیاد میشن، اون مثبت 5 روز آخر قد مثلا 15%، قد مثلا 10% برای شما سود میاره. یهو یه روزتون میتونه 10 میلیون سود بده، 15 میلیون سود بده، بعد تمام میکنی میگی خب مثبت 5 داره میزنه، من نگه دارم، میبین داره میاد پایین، میاد پایین، تاش منفی 0.5، مجبورین پایین تر از حتی قیمت روز قبل بفروشین، الکی هم اذیت کردین خودتونو، هم پایین تر فروختین، تازه اگر راضی بکنین خودتونو که بفروشین، واسه همین روز قبلش تو مثبت 5 راحت میدین میره. حتی سم همینجوری شروع کرد رفت بالا، مثبت 5 هم خورد، نباید حسرت بخوریم، این همیشه یادتون باشه دوستان. اگه نسبت به این تحلیل تکنیکال اقدامی انجام دادین، سودتون حفظ شد، اومدیم بیرون با 30% سود، 40% سود اومدیم بیرون و سم ادامه داد، بعد از این تاریت هم خب گفتیم تاریت حداقل رو داره میگه، بعد از این تاریت باز اومد، این تاریت اومد رفت بالا، این نباید حسرت بیاره برای شما. طبق این تاریت شما خرید کردیم، سودتون رو گرفتیم، میایم بیرون، ما داریم احتیاطی عمل میکنیم که سودمون حفظ بشه، ریسک کمتر، اولویت ما حفظ سوده، نه بیشترین سود، حد اکثر سود. اونایی که تو این بازار دارن ضرر میکنن، اونایی که دنبال این حد اکثرن، همینجوری میمونن بدون هیچ هدفی، بمونیم آخرش یه جایی سم یا میریزو، همینجوری موندن دارن نگاه میکنن. حالا مثالشو میزنم، خیلی مثالای خوبی دارم برای همین موندنه و حتی مثال بنیادیش هم دارم که با چه خبری مردم چرا موندن تو این سم و چه اتفاقی واسهشون افتاد. این میشه یه حالت کانال نزولی. توی کانال سعودی چی؟ کانال سعودی هم اگر به سمت پایین شکسته بشه، حداقل به اندازه این عرض کانال میاد پایین، این حواسمون پس باشه. هیچ وقت دوستان نمیایم بگیم کانال سعودی از بالا شکسته بشه به اندازه عرض میره بالا، همچین الگویی ما نداریم. یعنی از کانال رفت بالا یهو باز اومد پایین، نگین الگو جواب ندن، نه، کانال سعودی اگر از پایین شکسته بشه، حالا من فقط تو اشل ایران دارم اینجا دارم مثال میزنم، تو اشل جهانی خب دو طرف هست، فعلا بازش نمی کنم، مثال میبینیم چون به حال بازار جهانی هم تو ترمای جلوتر ما خدمتون آموزش میدیم کامل، خیلی پیش رفته، حالا تا حتی فاز کد نویسی، چون اونجا دو طرف هست، یعنی تو همین کانال سعودی که به سمت پایین شکسته بشه و به اندازه ارز بیاد پایین، برای ما سوده، سل میگیریم. اما توی بازار ایران کانال نزولی رو ما باید نگاه بکنیم که اگر به سمت بالا شکسته شد، به همون اندازه بریم بالا و سهم رو داشته باشیم، سود بگیریم. اما تو کانال سعودی اگر شما دارایی این سهم رو دارین، یعنی این سهم رو خریدین، سود کردین و حالا تو کانال زده به سمت پایین شکسته، بدونین که به اندازه اون عرض کانال قراره بیاد پایین. اگر براتون میصرفه میتونین صبر بکنین و حالا بعدش تحلیل بکنین، اما نه، میبینین سود خوبی کردین، این ریزش کانال هم به اندازه کافی زیاد هست، واسه همون دیگه کلن اون بالای بالا از کانال میان بیرون. یه مثال دیگه هم از کانال من بزنم، یعنی اشتباه نکنم، زنگان
ببینید اینجا رو کنترل سی کنترل وی یه مقدار پایین تر. گفتم خیلی مته به فشقهاش نمیسه. سهم توی کانال نزولی داره حرکت میکنه، یه دونه تا دو تا سه تا بالا، یه دونه دو تا و سه تا پایین. گفتم دو تا کافی بود، یعنی کجا اینه؟ یک دو و یک دو. توی اینجا دیگه کانال من تشکیل شده تا همین حد. بعدش که رفته اینجا واکنش داده، اومده پایین واکنش داده و زده اینجا شکسته. اینجا همون حالتی گفتم دیگه تروبک اینجا نداره، کنده رفته بالا و اصلا دیگه مهلت نداده. نهایتا شما میتونستید اینجا بخرید چون بقیهش دیگه صفحه خرید بود. حداقل به اندازه عرض کانال میره بالا، اینو میذاریم اینجا و حداقل به این اندازه میدونیم میره بالا. خیلی رفته بالاتر و بیشتر از اون هم حتی سود داده. کاری با ادامهش دیگه نداریم. ما رسالتمون اینه که اینجا سهم رو بفروشیم. یه کانال هم دوستان داریم، حالا من تو پرانتز دارم میگم، بهش میگن کانال فرضی. استفاده نمی‌کنیم، توصیه می‌کنم استفاده نکنیم، اما چون یه سری جا دارن میگن منم میگم که به گوشتون بخوره، فکر نکنید چیز عجیبیه، اما واقعا داده اضافیه. من اینجا فقط بکشم مثالشو. کانال ارزی میگه چی؟ میگه اگر شما مثلا یه همچین چیزی داریم، دوتا اینجا کف تشکیل شده بفرض، این بشه یه زل کانال. ما گفتیم دوتا تاچ کافیه دیگه، این میشه یه کانال، یه زل کانال، زل پالایی. هنوز دوتا سقف ما بالا نداریم. میام میگن کانال فرضی چیه؟ میگن ما با همین سه تا نقطه بیایم رسم بکنیم، یعنی اینو من بیام کپی پیست بکنم از این دوتا کف بذارم اینجا. کپی پیست نشد، یه بار دیگه اینو بذارم اینجا، کنترل سی کنترل وی، بیام بذارم اینجا، این میشه کانال فرضی من. یعنی احتمال میدم که الان بعد از این دوتا کف که رفت بالا رفت بالا، قیمت تا اینجا بیاد بالا و نسبت به این واکنش نشون بده و بیاد پایین. ما الان این رو کانال میدونیم دیگه، دوتا تاچ بالا دوتا تاچ پایین. اما اونا میگن قبلش کانال فرضی، احتمال اینکه اینجا بشه یه سقف هست اما کلا در نظر نمیگیریم، خیلی شما رو اذیت میکنه. بخوام هنوز چیزی که تشکیل نشده رو فرض بکنم بگم حالا احتمال بدیم اونجا قراره تشکیل بشه، خیلی برای ما سودی نداره. هر موقع اونجا برگشت من این رو رسم میکنم، اگر کانال شد حالا روش میام تحلیل میکنم و اقدام میکنم. گفتم اصلا ما کاری باش نداریم، تو پرانتز گفتم به گوشتون خورده باشه. کلا یه سری مباحث هست دوستان، من میگم توضیحش رو میدم و میگم به درد نمیخوره. یعنی من وظیفه رو میدونم برای خودم که حتما حتما طبق تجربه چیزی که به درد نمیخوره رو بگم. الکی پر از مطالب واقعا زیاده، حجم مطالب خیلی زیاده، هنوز واقعا ما تو الفباییم. بخوام همه رو بگم و بگم همش خوبه، همه رو استفاده کنیم، بریم از همشون استفاده کنیم، خیلی گیج میشین واقعا و قطعا به مشکل میخورین. من میگم آقا به درد نمیخوره اینها، دلیلش هم سعی میکنم میگم. خیلی از اندیکاتور و خیلی از حالا وایرایی که جلوتر میبینیم و خب اساتید یه جوری برای پر کردن اون سرفصل ها مینویسن و توضیح هم میدن، ولی خب واقعا هیچ استفاده ای نداره، خودشون هم قطعا استفاده نمی کنن. ولی خب من توضیحش رو میدم که به گوشتون خورده باشه، آشنا باشه، تعجب نکنین که چیزی بلد نیستین و بخواین استرس بگیرین. منتها میگم دلیل استفادهش و استفاده نکردن ازش رو. اینم بحث کانال ها. گفتم فقط یه تارگت قیمتی ازش میگیریم، کانال نزولی رو به بالا و کانال صعودی رو به پایین. این بحث کانال ها اینجا جمع میشه. تو ادامه حالا وارد بحث اندیکاتورها و حالا حجم و اوسیلاتورها میشیم. تا ویدیو بعدی دوستان، خدا نگهدار.